دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومده تا با هم باشیم و صحبت دیگه ای رو داشته باشیم. چیزی رو که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم درباره احساس شرم هست، کمبود اعتماد به نفس و اینکه چرا ما خودمون رو سرزنش میکنیم یا خود سرزنشی. ببینید، خیلی از اوقات ما جمله هایی رو به خودمون میگیم، مثل اینکه تو بلد نیستی، تو بد شانسی، تو نمیتونی کاری رو انجام بدی، تو از پس این کار بر نمیای، تو بی عرضه هستی، تو خوب نیستی، تو به اندازه کافی بلد نیستی، این همه آدم از تو جلوتر هستن، تو هنوز هیچ کاری نکردی، به هیچ جایی نرسیدی، ببین چند سالت شده و چقدر عقب موندی، و هزاران جمله دیگه شبیه این یا فکر دیگه شبیه این رو در طی عمرمون به خودمون میگیم و دائما تکرار می کنیم و باور داریم که این گونه هستیم. اینها از کجا میان و کجا داره تأثیر میذاره روی زندگی ما؟ ببینید، اگر از کودکی ما توی محیطی بودیم، چه در خانواده والدینمون یا مراقبینمون این پیغام ها رو به ما دادن و چه در محیط بیرون در مدرسه معلمینمون این پیغام ها رو به ما دادن یا در محیط بزرگتر جامعه این پیغام ها رو گرفتیم، میتونیم الان این جمله ها رو به خودمون بگیم. چیزهایی مثلا اگر در اقلیت بودیم، چه از نظر مذهبی، چه از نظر جنسی، چه از نظر جنسیتی، چه از نظر اقتصادی، جامعه این پیغام خوب نیستی و کافی نیستی رو بهت داده، و اگر توی خانواده عادت داشتن شما رو مقایسه کنن با افراد دیگه یا با دختر خاله، پسر عمو و کسای دیگه، این پیغام رو دوباره گرفتین، و اگر توی مدرسه شاهد تبعیض‌هایی بودین که معلمینتون میذاشتن بین شما و شاگردای دیگه به دلایل خیلی زیادی، مثل شغل و حرفه اونها یا شرایط مالی یک بچه دیگه یا ظاهر متفاوت اون فرد یا هر چیز دیگه، که احتمالاً همه ما در مقطعی از زندگیمون این تبعیض‌ها و تفاوت‌ها رو تجربه کردیم، اینها میتونه باعث بشه که ما الان این احساس من خوب نیستم رو داشته باشیم، احساس بی ارزشی رو داشته باشیم و همچنان توی زندگیمون مشکل رو توی خودمون ببینیم، توی رابطه هامون ببینیم. مثلا توی رابطه با یار عاطفیمون میتونیم این رو داشته باشیم، اگر تعریفی از ما میکنه نپذیریم و اون رو برگردونیم بهش و بگیم نه من خوب نیستم، یا اصلا آدم هایی رو انتخاب کنیم که این احساس بی ارزشی رو به ما بدن. اگر که احیانا دارن این احساس ارزشمندی رو به ما میدن، باز ما اصلاحشون میکنیم، میگیم نه اینطوری نیست، من اینطوری نیستم که داری میگی، و سعی میکنیم که نکته بد خودمون رو بهشون یادآوری بکنیم. توی رابطه های کاریمون میتونیم خودمون رو بیارزش بدونیم و خودمون رو لایق این که پروموشنی بگیریم یا بریم جای بالاتر یا شغل تازه‌ای یا موقعیت تازه‌ای توی کار بهمون پیشنهاد بشه رو قبول نکنیم یا در حد خودمون ندونیم یا فکر کنیم من که نمیتونم این کار بکنم، خیلی آدم بهتری هستن از من که میتونن این کار بکنن، یا حتی تعجب بکنیم اگر کسی تعریفی از ما کرد یا چیز خوبی رو به ما گفت. این میتونه توی خیابون اتفاق بیفته، توی مهمونی، توی رستوران. برای همین همیشه دلیل پیدا کنیم، مثلا او این از ما میخواد که انعام بهش بدیم که داره این رو میگه. نه، باور کنیم که ممکنه آدم های چیزای خوبی رو در ما ببینن و ما بتونیم بهشون اعتماد بکنیم که این چیز خوب در ما هست، این ویژگی خوب هست و میتونن آدم ها اون رو ببینن و اون رو به ما برگردونن و ما توی پذیرشش باشیم. به خاطر داشته باشیم که اگر خودمون رو سرزنش کنیم، احساس گناه برای خودمون ایجاد میکنیم. یعنی اگر به خودم بگم که تو عرضه نداری که کارت رو انجام بدی، احساس گناه میکنم از اینکه بی عرضه هستم و اعتماد به نفس خودم رو خودم از بین میبرم. و اگر این سرزنش رو به دیگران نسبت بدیم و بگیم مثلا دیگری مقصر بوده که من این گونه شدم یا این گونه نشدم، اون وقت احساس خشم و ناراحتی برای ما میاره و رابطه ما رو با دیگران هم دچار آسیب میکنه. به طور مثال تو محل کار اگر کاری رو به من ندادن، به کس دیگه ای دادن، ممکنه من اونها رو سرزنش کنم براش و این احساس خشم باعث بشه که اصلا محیط کار و رابطه کاریم با اون افراد به هم بخوره و کارم رو از دست بدم یا هر چیز دیگه ای اتفاق بیفته شبیه این.
پس اینها چیزایی هست که ما توی زندگیمون اگر بهش نگاه کنیم میتونیم که ریشه از کجا اومده، چه تأثیری الان روی ما میتونه بذاره و چه ابعادی از زندگی ما رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده، اما چه کاری میتونیم براش بکنیم. مثل همیشه اولین پیشنهاد من این هست که با مشاورتون در موردش صحبت کنید اگر چنین جمله هایی رو به خودتون میگین و برای خودتون میگین. و دومی مسئله این که اگر شما الان والد هستید یا با بچه هایی سر و کار دارید که جمله هایی رو میخواییم بهشون بگیم، مراقب باشید که الگوی خوبی براشون باشید. نه این جمله ها رو به اونها بگین، نه اون جمله ها رو درباره خودتون به اونها بگین. هر دوی اینها میتونه غیر سازنده باشه. و مسئله بعدی یا راه حل بعدی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم این هست که شناسایی کنید جاهایی رو که بیشتر خودتون رو سرزنش میکنید و بعد از اینکه اونها رو شناسایی کردید متوقف بشید، نگاش کنید و ببینید الان انتخابتون چیه. آیا هنوز میخواین خودتون رو به خاطر اون سرزنش کنید؟ اگر بله، انتخاب تازه‌ای داشته باشید. اگر مثلا یک کاری رو که پروژه‌ای رو که باید تحویل میدادید خراب شده، آیا این معنیش این هست که شما هرگز هیچ کاری رو خوب انجام نمیدید؟ قطعا این نیست. این کار رو انجام ندادید، توی این بخش بوده. پس یک راه حل دیگه‌ای که بهتون پیشنهاد میدم اینه که کارتون رو در موردش صحبت کنید، نه کل شخصیتتون رو زیر سوال ببرید. اینکه من بی عرضم کل شخصیت شما رو زیر سوال میبره، ولی اگه بگیم من این کار رو به خوبی انجام ندادم، تواناییتون رو در انجام اون کار زیر سوال میبره و میتونید براش کاری بکنید. در نتیجه بیاین دوباره نگاه کنیم، متوقف بشیم، نگاه کنیم و ببینیم که چطوری میتونیم به خودمون کمک بکنیم. این مواردی که باعث میشن که ما خودمون رو بیشتر سرزنش کنیم و به تبع اون موفقیتمون رو نادیده بگیریم و اعتماد به نفسمون پایین بیاد، اینها رو ببینیم و براش کاری بکنیم. تمرینی که میتونم بهتون بدم برای این هفته این هست که توی این هفته هر روز یک چیز مثبت از خودتون رو ببینید و اون رو به خودتون یادآوری کنید. میتونید حتی به خودتون تکس کنید، میتونید برای خودتون بنویسید، میتونید اون جمله روزتون باشه، روی یخچال بزنید و ببینیدش، یا بزنید روی موبایلتون ببینید، یا روی ماشینتون یا میز کارتون بزنید و ببینیدش. این بهتون کمک میکنه که اون روز اون ویژگی مثبت خودتون رو دائم تکرار کنید و به ناخودآگاهتون این پیغام رو بدید که من این ویژگی خوب و مثبت رو دارم و در پذیرش این ویژگی مثبت خودم هستم. پیشنهاد بعدی که میتونم بهتون بدم این هست که میتونید از اطرافیانتون بپرسید که چه ویژگی مثبتی رو در شما میبینن، چه چیزی رو میبینن، و وقتی که اون رو به شما گفتن شما در پذیرش اون باشید، بپذیرید که اون ویژگی رو دارید که اونا دارن میگن و سر لطفشون نیست که دارن میگن به شما، دارن اون رو توی شما میبینن و دلیلی نداره که به شما دروغ بگن، ویژگی رو که ندارید به شما نسبت بدن. در نتیجه بهشون اعتماد کنید. گاهی اوقات وقتی که از ما تعریفی میشه بلافاصله ما یه ویژگی منفی خودمون رو میگیم او نه اینو ندیدی، یا اینجوری هم هستم، یا این چیزها رو شماها نمیبینید. اگر این گونه هست مراقب باشیم، مایندفول باشیم، در لحظه حضور داشته باشیم و اجازه ندیم که این افکار منفی بیان و افکار مثبت یا چیزای مثبتی که به ما گفته میشه رو فیلتر کنن و نذارن که وارد وجود ما بشه و اعتماد به نفس ما رو و دوست داشتن خودمون رو و ارزش شخصی خودمون رو زیر سوال ببرن برای خودمون. چیزی که هست این هست که ما اگر بپذیریم که یک مسائلی رو داریم، یه مشکلاتی رو داریم و میتونیم، اجازه داریم آسیب پذیر باشیم، در یک کلام ما اجازه داریم اشتباه بکنیم، ما اجازه داریم ضعیف باشیم، ما اجازه داریم که کارهایی رو که باید میکردیم نکردیم رو ببینیمش و به خودمون بگیم اوکی میتونستم انجام بدم ندادم و الان چه کارش میتونم بکنم، راه حل براش پیدا کنم. ما مجاز هستیم اشتباه کنیم، چون انسانیم، چون میتونیم اشتباه کنیم و به این ترتیب خود ارزشی، دوست داشتن خود رو در خودمون بالا ببریم و این احساس خوب رو به اطرافیانمون هم بدیم که اونها هم خوب هستن و میتونن ارزش خودشون رو ببینن. در نتیجه اگر از دیگران هم داریم یا به دیگران هم داریم چیزی رو میگیم، سعی کنیم که کارشون رو بهشون یادآوری کنیم که خوب بوده یا نبوده، نه اینکه وجودشون رو زیر سوال ببریم و نقد کنیم. اگر این ویدیو بهتون کمک کرده که ارزش بیشتری رو در خودتون ببینید و مواردی رو که هست
توی زندگیتون یا عواملی که باعث شده اینها رو در خودتون نبینید یا اعتماد به نفستون رو مخدوش کنه. اگر این ویدیو بهتون کمک میکنه که اینها رو ببینید، ازتون درخواست میکنم که این ویدیو رو برای عزیزان دیگه ای که شرایط مشابه دارن بفرستید تا اونها هم بتونن ازش استفاده بکنن و شاید زندگیشون رو تغییر بدن. اگر مایل هستید پیج ما رو میتونید دنبال بکنید تا ویدیوهای بعدی رو هم دریافت کنید. موفق باشید و با امید اینکه اعتماد به نفس بیشتری رو توی زندگیمون تجربه کنیم. عاشقتونم.